سلام و خوش آمدید به صفحه دو. ایران و بریتانیا حالا در خط مقدم یک دعوای بزرگ بین المللی قرار دارند. ایران میگوید قصدش توقیف نفتکش بریتانیایی استنایم پرو و بردن آن به بندر عباس مقابله به مثل نبوده. 23 خدمه کشتی، 3 روس، 18 هندی، 1 فیلیپینی و 1 لتونیایی هم همراه کشتی به ایران برده شدند. قصه 2 هفته قبل آغاز شد وقتی بریتانیا در نزدیکی جبل طارق، بخشی از این کشور که در جنوب اسپانیا واقع است، نفتکش گریس 1 را ضبط کرد، چون برای سوریه نفت می‌برد. نقض تحریم‌های اروپایی علیه دمشق، تحریمی که ایران می‌گوید قبول ندارد. این کار دزدی دریاییه، همین و بس. ولی اتحادیه اروپا فروش نفت به سوریه رو تحریم کرده. اولا اتحادیه اروپا خرید نفت از سوریه رو تحریم کرده. چرا؟ ببخشید، اتحادیه اروپا فروش نفت به سوریه رو هم تحریم کرده، حتی برای کشورهای اروپایی. برای کشورهای اروپایی، ایران یک کشور اروپایی نیست. ولی کشتی در جبل طارق توقیف شده که بخشی از اتحادیه اروپا است. اونجا بخشی از مسیر کشتیرانی بین المللیه. ما داشتیم از اونجا عبور می‌کردیم، ولی ما از همون ابتدا اعلام کردیم که مقصد کشتی سوریه نبوده. پس مقصدش کجا؟ من به جرمی هانت هم گفتم که قرار نیست و وظیفه ندارم به کسی توضیح بدم. بحث آزادی تردد دریایی بین المللیه. طبعا بار کشتی نفته. Iranian oil on the tanker is not Iranian. The tanker is not Iranian. نفت ایرانی، ولی نفتکش ایرانی نیست. نفت ایران رو حمل می‌کرد که ما فروخته بودیم و کشتی عازم جای غیر از سوریه در حاشیه دریای مدیترانه بود. می‌دونید که ما تحت تحریم‌های ایالات متحده هستیم و هدف اونها به صفر رسوندن فروش نفت ماست. به همین خاطر ما هر چی بتونیم می‌کنیم که نذاریم آمریکا بفهمه ما چیکار می‌کنیم. بخشی از گفتگوی محمد جواد ظریف با برنامه به عبارت دیگر بی بی سی. آقای ظریف، علاوه بر این گفته، بریتانیا باید مواظب باشه که ابزار جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران نشه. در پی ضبط گریس 1، رهبر ایران بریتانیا رو تهدید کرد و گفت که بریتانیای خبیث جواب دزدی دریاییش رو میگیره. اما در بریتانیا که این روزها سیاستی بحران زده داره و حزب حاکم مشغول تعیین نخست وزیر آینده بوده، دولت میگه قصدش بالا بردن تنش با ایران نیست. در نظر بگیرید لازم هستش که ما برای کاهش تنش ها نباید بحث توقیف نفتکش ها رو با برجام مخلوط بکنیم، چون ما برای هر کدوم از اونها رویکردهای مختلفی داریم و این رویکرد ما فرق میکنه با رویکرد دولت ترامپ. در خیلی از زمینه‌های سیاست خارجی ما کاملا با آمریکا هماهنگ هستیم، چون متحدان بسیار نزدیکی هستیم، چون که معتقدیم رابطه ما با آمریکا جانمایه صلح و امنیت از زمان جنگ جهانی دوم در دنیا هستش. اما اختلاف نظر با آمریکا داریم، ولی در عین حال ولی بحث آزادی کشتیرانی میاد، ما مصالحه نمیتونیم انجام بدیم. برای همین راه حلی که ما الان داریم پیشنهاد بدیم، راه حلی هستش که میتونه یک ائتلاف بسیار وسیعتری رو از کشورهای بزرگتر رو وارد عمل بکنه که شاید با آمریکا سیاستشون فرق میکنه نسبت به مثلا برجام. ایرانیا باید بفهمن که ما در زمینه تردد آزاد کشتی ها حاضر به مصالحه نیستیم. این بسیار مهم هستش. این سیاست منتقدان خودش رو داره. بسیاری از زمانی که صدای مکالمات ناو بریتانیایی HMS مونترو و سپاه ایران پخش شده، میپرسند چه کار بیشتری میتونست برای حمایت از کشتی انجام بده بریتانیا که انجام نداده. حالا دولتی داریم که میگه میخواد تنش‌ها رو کاهش بدیم. دولت‌های فرانسه و آلمان هم همینو میگن. تجربه من از وقتی جوان بودم این بود که وقتی یه کشوری میخواست قلدر بازی در بیاره، دیگه در مورد کاهش تنش صحبت نمیکردی. باید مقابله میکردی و میگفتی اگه تو میخوای نیروی نظامی استفاده کنی، باید آماده مقابله به مثل باشی. یعنی اینکه ما هم در مقابل از نیروی نظامی استفاده میکنیم. این تهدید ایران که گفته راه گذر نفت رو از تنگه هرمز میبنده، حالا بیشتر از هر زمان دیگه این طرف دنیا نگرانی ایجاد کرده، به خصوص که بسیاری میگن اینکه قیمت نفت حالا ناگهانی به دلیل این تحولات جهش نداشته به معنای وخیم نبودن اوضاع نیست.
برخلاف دزدی دریایی، این خیلی احتمال داره که با یه اشتباه محاسباتی به شدت بالا بگیره. یه حادثه میتونه تبدیل به یک اتفاق به شدت بزرگ بشه. اتفاقی در مورد دزدی دریایی نمیفته. برای همین دولت‌ها با احتیاط خیلی بیشتری در این مورد تصمیم میگیرن. با این مقدمه حالا می‌خوایم نگاهی بکنیم به تحولات لندن. بالاخره بعد از یک ماه و نیم مبارزه انتخاباتی درون حزب محافظه‌کار، بوریس جانسون نخست وزیر شد. کسی که دونالد ترامپ مدت هاست می‌گوید باید نخست وزیر بریتانیا باشد و حمایتش را از او پنهان نکرده. کسی که بسیاری معتقدند شباهت‌های زیادی هم به آقای ترامپ دارد. اما آیا این به معنای نزدیک شدن مواضع بریتانیا و آمریکا در قبال ایران هم هست؟ چقدر این تحولات لندن را به واشنگتن نزدیک‌تر و از بروکسل دورتر می‌کند؟ تأثیرش بر برجام خواهد بود؟ از همه اینها گذشته، آیا بریتانیا آماده است که همراه آمریکا وارد یک نزاع دیگر در خاورمیانه شود؟ لندن و تهران از هم چه می‌خواهند؟ برای بحث دو میهمان داریم. یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد در دانشگاه اکسفورد از همین شهر با ماست و اینجا در استودیو شهاب مساوات روزنامه‌نگار. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. آقای مساوات، شما چطور می‌بینید انتخاب آقای جانسون رو؟ انتخاب آقای جانسون نشونه این هستش که برگزیت از همه موارد دیگه مهمتر است، اهمیت بیشتری داره الان برای این دولت جدید و برای کشور. ولی خب قرار هستش که این یک تحول کوتاه مدتی باشه و تا آخر تا اتمام اکتبر این به خاتمه رسیده بشه. در اون حالت تمام مسائل دیگه‌ای که بهش رسیدگی نشده در این 3 سال اخیر اولویت پیدا میکنن. از جمله مسئله ایران، در جمله مسئله ایران که خود جوشان به این مرحله رسیده. خانم میزر، ما سابقه آقای جانسون رو در وزارت خارجه داریم. به نظر شما او چه جور مواضعی در قبال خاورمیانه و ایران خواهد داشت؟ امروز الیستر بیت از اعضای شناخته شده حزب محافظه‌کار در گاردین یه مطلب نوشته، گفته او باید یه ذره بره بیشتر یاد بگیره، خیلی در مورد ایران نمیدونه. در دوره نخست وزارت خارجه‌اش آقای جانسون همونطور که میدونید اشتباهات زیادی کرد، مطالبی رو میگفت قبل از اینکه فکر کنه، شاید با مشاورانش باشه. من فکر میکنم در دوره نخست وزیری ما شاید تفاوت‌هایی ببینیم، به دلیل اینه که مشاورین زیادی دور و برش خواهند بود، سعی خواهند کرد و از برخی حادثه ها جلوگیری کنند. غیره مسئله اصلی اینه که حداقل در 2 سه ماه آینده همونطور که گفته شد تاکید او فقط و فقط برگزیته. چیزی که خواسته غیر ممکنه براش وقتی بگذاره. عملاً کمتر از 2 ماه و نیم وقت داره برای اینکه یک راه حلی پیدا کنه برای مسئله‌ای که 3 سال راه حلی پیدا نشده براش، و اگر معجزه بکنه شاید، ولی بعیده. و اگه داره میره برای اینکه بدون معاهده ای از اروپا خارج بشه، اون وقت مشکلات بیشماری برای بریتانیا در پیشه که اونها را هم باید حساب بکنه. ایران در این رابطه مخصوصا با حوادث 2 هفته گذشته مهم خواهد بود، ولی در رأس مسائل نخواهد بود. خب همین که... این خانم میزر، بذارید همینجا صحبتون رو قطع بکنم، عذرخواهی هم میکنم. میدونیم که به هر حال در صحبت‌های آقای هانز که در مجلس عنوان شد، گفته شد که اونها قصد دارند که با کشورهای اروپایی یک نیروی ائتلافی در خلیج فارس ایجاد بکنند. با این وضع، با این حالتی که ممکن هست بدون هیچ معاهده آقای جانسون از اروپا خارج بشه، از اتحادیه اروپا خارج بشه، سرنوشت چنین ائتلاف‌هایی چه خواهد شد؟ اصلا ممکن خواهد بود؟ بسیار سخته تصور چنین ائتلاف‌هایی، مخصوصا اینکه اگر دقت کنید ایالات متحده میخواد اتحاد نظامی خودش رو داشته باشه و بریتانیا رو به اون طرف بکشه. ما همین حالا شاهد اختلاف‌های بین وزارت خارجه کنونی که تا امروز بالاخره آقای هانت و
مثلا نخست وزیر اسپانیا هستیم در رابطه با جبرالطارق و نفتکشی که نگرش داشته توقیف شده. البته گفته میشه که آقای ظریف میگه کشتی نفتکش ایرانی نیست، نفتش ایرانی است. درسته. اگه بخوایم دقیق تر صحبت بکنیم کاملا درسته. منظور منم همین بود. و آقای مساوات، به نظر شما آیا اشاره کردن خانم میزر، آقای جانسون هم شبیه آقای ترامپ آدمی هستن که صحبت‌هایی می‌کنن گاهی که بعضی احساس می‌کنن که اینها حساب شده نبوده یا بدون فکر صحبت شده. در مورد ایران هم مثلا قبلا صحبت‌هایی که در مورد نازنین زاغری کردن خیلی انتقاد در پیداش. فکر می‌کنید این قضیه الان که به هر حال بیشتر از هر چیز شاهد جنگ کلامی هستیم چه تأثیری روی رابطه تهران لندن می‌تونه داشته باشه؟ اول از همه باید توجه بکنیم که آقای جانسون همون جوری که آقای ترامپ هستند یک محصول پوپولیسم هستند. ایشون حرفایی که میزنن اتفاقا به نظر من خیلی هم حساب شده هستند، ولی اون هدفی که دارن هدف متفاوتی هستش از اونی که ما پیش بینی میکنیم. ایشون دنبال آرای مردم متفاوتی هستش از اونهایی که به شکل سنتی در حساب بودن. الان حساب ها فرق کردن و بنابراین حتی در حق خانم زرقاری اون صحبت هایی که کردن ما نمیتونیم بگیم کاملا نجویده بودن. شاید هم قصدشون این بودش که یه جنجالی برپا بکنن، شاید با توجه به اون دوستی که میدونیم آقای جانسون با آقای ترامپ دارن تولید کننده یک بهانه‌ای بود برای برخورد شدیدتری با ایران. بله. تمام اینا رو ما باید بیاریم در حساب. من فکر نمی کنم که این کاری که دیروز انجام شد، این کار انجام شده ای که تحویل آقای جانسون داده در واقع جلسه میشه. کبرا رو میفهمید. دقیقاً جلسه کبرا که دیروز تشکیل شد و آقای هانت هم به عنوان وزیر خارجه گزارشش رو به پارلمان ارائه داد. دقیقاً و اینی که ائتلافی اروپایی تشکیل بشه این یه کار انجام شده رو میخواد تحویل بده به آقای جانسون که بعد آقای جانسون اینو بخواد از همدیگه بافتشو باز بکنه. ولی در چارچوب، اگر ما اینو در چارچوب برجام بهش بپردازیم، اینی که بریتانیا ادامه بده به همکاری با فرانسه و آلمان به جمله، این امکان پذیر است. ولی اگه در چارچوب اتحادیه اروپا بخوایم اینو قرار بدیم، نه، این یه کار غیر امکان پذیره. باز اشاره جالبی کردید با توجه به اینکه حتما شما که خبرهای اروپا رو دنبال میکنید خانم میزر، آقای مساوات شما هم شنیدید چند هفته پیش بود که گفته میشد که فرانسه از آمریکا خواسته که پای ما رو به یک جنگ در خلیج فارس نکشون، پای ناتو رو به یک جنگ در خلیج فارس نکشون. ائتلافی که بریتانیا دنبالشه اگر در قالب ناتو نیست در قالب چی میتونه اصلا شکل بگیره خانم میزن؟ ببینید این مسئله همراه اینه که آقای ترامپ میگه نفتکش‌ها عبور و مرور از تنگه هرمز همیشه خرجش با ایالات متحده بوده و دیگران باید شریک بشن، باید اگه بخواید خرج خودشون رو کشتی های جنگی خودشون رو به کار ببرن. اگه واقعا ما در مرحله ای هستیم که اروپا و ایالات متحده دارن مسائل استراتژیک نظامی خودشون رو تا حدی از همدیگه جدا میکنن، برای بریتانیا راه حل یا باید با اروپا باشه یا باید با آقای ترامپ باشه. و به نظر میاد که تصمیم نهایی روی مسئله به نظر من گرفته نشده، چون طبیعی است جانسون تمایلاتی داره که با ترامپ همکاری کنه، ولی قیمت چنین کاری شاید سنگین تر از اونی باشه که حساب کرده و به همین دلیل این ائتلاف اروپایی راه حلی شده شاید برای پیشبرد اهداف بریتانیا. اشاره خوبی کردید به اینکه تصمیمی گرفته نشده. روشن هست که هنوز تصمیمی گرفته نشده در مورد اینکه بالاخره چه میخوان بکنن در خلیج فارس. بحثی که مطرح هست این هستش که تو این کشور ظرف چند روز اخیر دائم در مورد این صحبت شده که آیا اصلا بریتانیا امکانات حمایت این چنینی از نفتکش‌هاش رو داره برای گذر از تنگه هرمز در خلیج فارس، و بسیاری معتقدند که نداره. خب در چنین شرایطی بریتانیا چه خواهد کرد؟ آیا میتونه بدون اینکه نزدیک بشه به آمریکا شرایط رو به نفع خودش پیش ببره؟ اگر برگردیم به اون لحظه ای که کشتی ایرانی یا کشتی که محصول ایرانی داخلش بود، گریس یک، بله. کشتی گریس یک
تصرف شد، توقیف شد و ببینیم که چه اتفاقاتی در پیش این اتفاق افتادن، چی شد که این اتفاق اصلا افتاد. میبینیم که 36 ساعت قبل از اینکه این کشتی توقیف بشه جبرالتار قانونش رو تغییر داد چون که بتونه این کار رو، این عملیات رو انجام بده. یعنی میدونستن که این کشتی قرار برسه. دقیقاً. و 48 ساعت قبل از این میشنویم که کابلی از دفتر نشنال سکیوریتی آمریکا آقای جان بولتون دریافت میشه که میگه چنین کشتی در راه هست. میبینیم که ساختمان یک بهانه های، یک ساختمان دلایلی برای برخورد محدود با ایران، آمریکا ساختاری رو میخواد. پس این همون چیزی هست که احتمالاً این روزها میشنویم از آقای ظریف که میگه بریتانیا با بازوی جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران نشه، بریتانیا رو آقای بولتون داره به یک نبرد جدی میکشونه. اینها هست دیگه. ببینید، من توضیحی که راجع به این میدم این هستش که ماه ژانویه اینستکس تأسیس شد ولی عملاً کار نمیکنه. ایران شاکی هست از این بابت، میگه که شما که قول اینستکس رو به ما دادین عمل بکنید. اروپایی‌ها عملاً تصمیم گرفتن که پشتبان اینستکس نباشن چون که آمریکا رو نمیخوان از خودشون شاکی بکنن. و بنابراین از دید من، حساب‌های من این هستش که برای اینکه اینستکس مجبور نشن پشتبانی خودشون رو در اینستکس ادامه بدن، بهانه باید بسازن که با ایران برخوردی پیش بیاد. من راستش بخوای خیلی در مورد این مطمئن نمیتونم باشم، با توجه به اینکه دیروز هم حتی در صحبت آقای هانت میشنویم که میگه ما قصدمون ادامه برجام هست و تلاشمون ادامه برجام هست. شما بر اساس چه شواهدی میگین که اروپایی ها نمیخوان این استکس رو ادامه بدن؟ عملشون، عملکردشون. اگر که واقعا به نظر من این یک تصادفی هستش که به شکل یواش داره انجام میشه، یعنی یواش یواش داریم میریم به سمت جنگ، در حالی که اگر همون ماه ژانویه که اینستک تأسیس شد و با وفاداری، با جدی، با جدیت ادامه پیدا کرده بود به این روزگار نمیرسیدیم. خانم ایزان، نظر شما چیه؟ داریم من فکر میکنم اروپا و ایالات متحده بحث‌های اقتصادی فرای ایران دارن. این بحث ها رو در کنفرانس 20 کشور بزرگ سرمایه‌داری دیدیم، ادامه‌ش رو در دعوای مکرون ترامپ راجع به جهانی شدن اقتصاد یا اقتصاد ملی‌گرا دیدیم. و به این دلیل مسئله اقتصادی اروپا در مقابله با امریکا فراتر از این استکسه. باید اروپا الان مصممه که برخی معاملات اقتصادی خارج از دلار رو در یک راه حلی براش پیدا بکنه. و به این دلیله که من فکر نمی کنم، درسته تأخیرها بوده ولی کار بسیار مشکلیه بعد از دهه ها قدرت دلار ایجاد یک پدیده جدیدی. من یه نکته کوتاه هم راجع به توانایی دریایی بریتانیا بگم. ببینید، فقط ظریف نیست که داره راجع به وزارت خارجه بریتانیا این حرف رو میزنه. روزنامه تایمز میگه امریکا هانت رو به بازی گرفت، بولتون رو به بازی گرفت، بولتون هانت رو به بازی گرفت. روزنامه های دیگه به چه شکل به بازی گرفت؟ به این معنا که در حقیقت این قضیه کشتی که حامل نفت ایران بود، همونطور که گفته شد، اسپانیا نمیخواست جلوشو بگیره، قانون رو در جبر و طارق عوض کردن، هانت درگیر شد، شاید به خاطر انتخابات محافظه‌کاران میخواست خودش رو نزدیک سیاست امریکا نشون بده. و در نتیجه پیداست که این هر مکاتباتی بین بولتون و وزارت خارجه بریتانیا صورت گرفته خیلی حمایت حتی خانم می رو نداشته، چون دیروز بعد از جلسه کبرا توانایی این بود که بگن تحریم های جدید میگذاریم. بله. بریتانیا با این استکس بله خیلی نرم بود صحبت های خیلی نرم بله. بود خب و بزن این نرمی اینو... شاید اثبات برخی حرف هاست. بله. و بحث دیگه این هستش که از اون موقع تا به حال موازهی که از آقای هانچنیم همین صحبت های دیروز که گفته شد
گفتیم نرم بود. همین که آقای هانت یک بار دیگه بگفتش که اگر که ایران بگه که مقصد این کشتی سوریه نیست میتونه آزاد بشه، ولی خب این اتفاقها نیفتاد. واقعا چقدر جبل الطارق حرف شنوی داره از لندن در این زمینه؟ کاملا. ولی اینکه و یکی از دعواهای برکسیت و بعد از برکسیت هم این خواهد بود. عملا دولت اون کسی که در اونجا تصمیم گیرنده است به عنوان مسئول دولت از وزارت خارجه تصمیم نظر میخواد و این یکی از نکاتی است که اسپانیا باهاش مخالفه به خاطر موقعیت جغرافیایی جبل الطارق، ولی ساکنانش همونطور که میدونیم زبانشون انگلیسیه، شاید اگر رفراندومی بشه ترجیح بدن با بریتانیا بمونن، ولی همه اینا زیر سواله. صحیح. امروز باز صحبت‌های دیگه شنیدیم از آقای ترامپ. آقای ترامپ گفته که هر چه میگذره احساس میکنم از امکان مذاکره با ایران دورتر میشم و به نظر میاد که خیلی الان دیگه خوشبین نیست. تاثیر این رو چطور می‌بینید؟ بریتانیا همواره گفته که شریک اصلیش در سیاست خارجه آمریکا هست. اگر که آمریکا نتونه با ایران مذاکره کنه، تکلیف برجام، تکلیف موقعیت تهران و لندن چه خواهد بود؟ برجام که فوت کرده. برجامی در کار نیست. برجام جدیدی لازم است. و مهمترین مورد این استش که آقای ترامپ امتیاز اینو کسب بکنه. مشکل برجام اساساً این هستش که مال آقای اوباما هستش، یعنی چی میگم این آثار آقای بله بازمانده آقای اوباما هستش و بنابراین اینه که برای آقای ترامپ مشکل سازه. ولی در آینده اگر بخوان مذاکره بخواد شکل بگیره، اونجوری که من میبینم چارچوب این اونقدری فرق نخواهد کرد با برجام. بلکه اسم آقای ترامپ، امضای آقای ترامپش اضافه میشه. آقای ترامپ الان موقعیت برای چنین مذاکره ای رو نمیبینه و برای این داره سعی میکنه که سطح جوشان رو باز یه درجه بالاتر ببره. نقش بریتانیا رو در این مذاکرات احتمالی که الان میگیم باز خیلی به نظر دور از دسترس میرسه، ولی به هر حال اگه مذاکره قرار باشه نقش لندن رو چطور میدیم؟ میدونیم که قبلا به هر حال یکی از کشور اروپایی اصلی بود، همواره حضور داشت. در این دو سه سالی که درگیر برگزیت بوده لندن خیلی غافل شده از بقیه بحث‌های دیپلماتیکی که معمولاً مشغولش بوده، به خصوص همین بحث ایران. فکر میکنید آیا میتونه به اون جایگاه قبلی برگرده؟ اگه خیلی کوتاه بخوام، مختصر بخوام جواب بدم، نه. من فرانسه رو اینجا در رأس این پروسه میبینم. فرانسه هستش که آقای امانوئل بونو فرستاد ایران. فرانسه هستش که داره از دریچه‌های پشت پرده با آمریکا مذاکره میکنه. و وقتی که آقای ظریف نیویورک بودن هفته پیش، مدام فرانسه بود که این واسطه بود بین ایالات متحده و ایران. و خانم میزه، به نظر شما اصلا آیا بریتانیا دنبال این هست که چنین نقشی رو با ایران، مذاکره با ایران دوباره پیدا کنه؟ چقدر براش اصلا بحث منفعت هست؟ چقدر واقعا منفعت داره تهران براش که الان بخواد وارد یک بحث این چنینی بشه باشه؟ ببینید، بریتانیا الان داره به یک وضع اقتصادی نسبتاً بدی نگاه میکنه. حتی اگر معجزه‌ای بشه و معاهده‌ای هم برای خروج به دست بیاره، ما از همکنون شاهد پایین آمدن نرخ رشد اقتصادی هستیم. وضع پوند بسیار ضعیفه. این وسط شرکت‌های کوچیک بریتانیا دنبال اینند که یه جای جدیدی پیدا کنند، چون جاهای دیگه در چارچوب روابط با اتحادیه اروپا است. در نتیجه از نظر اقتصادی ما می‌بینیم که این سرمایه وسط در بریتانیا شدیداً دنبال بهبود روابط با ایرانه. ولی تعیین کننده شاید نباشه جز اینکه در درون حزب محافظه‌کار این بخش بر مقایسه با سرمایه بزرگ که اگه بخواید اصلا مخالف برکسیته، این بخش پایه آقای جانسون هم هست
و در نتیجه آقای جانسون نمیتونه این پایه طبقاتی خودش در حزب محافظه‌کار رو نادیده بگیره. به این دلیل من تصورم اینه که مثلا این اتاق بازرگانی ایران و بریتانیا که گاهی کم ازش میشنویم ولی در سطح پارلمان، در سطح وزارتخونه ها فعالیت میکنه، خط دیگه ای رو دنبال بکنه از اون چیزی که ما در سطح خبر میبینیم. ولی درسته که مسئله اصلی در چند ماه آینده خارج شدن از مخمصه برکسیت. ممنونم از شما خانم میزر و آقای مصوبات اینجا با ما، و متشکرم از شما که با صفحه دو همراه بودید. برنامه برای یک هفته روی وبسایت ما هم در دسترس شماست، bbcpersian.com/صفحه 2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم ببینید، لینک برنامه در توییتر و وبسایت ما منتشر میشه @bbcpage2. اگر علاقمند هستید پادکست برنامه رو میتونید مشترک بشید و هر هفته پادکست رو گوش بکنید. در با جستجوی کلمه صفحه به فارسی در کنار عدد 2 مشترک برنامه صفحه 2 بشید. همینطور میتونید روی فیسبوک نظراتتون رو بگید، facebook.com/bbcpage2. برنامه بعدی روز پنجشنبه. شب روزتون خوش.